با نام و یاد خداوند متعال و با عرض سلام به هر ساعت خبر از یک خوش آمدین. رئیس جمهور کرزی دیروز با وزیر دفاع آمریکا در مورد اختلافات بر سر تحویل دهی مسئولیت زندان بگرام به دولت افغانستان را از طریق تلفن گفتگو کرده است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید که در این گفتگو دو طرف توافق کردند تا اختلافات در مورد انتقال مسئولیت این زندان در جریان یک هفته حل شود. اما ریاست جمهوری در خبرنامه گفته است که در این تماس تلفنی وزیر دفاع آمریکا از رئیس جمهور کرزی برای تحویل دهی زندان بگرام یک هفته مهلت خواسته است. مسئله زندان بگرام یکی از موضوعات جنجالی میان آمریکا و حکومت افغانستان است. اما پیش از این برخی مقام‌های آمریکایی ابراز نگرانی کردند که آقای کرزی برخی از زندانیان خطرناک را از این زندان رها خواهد کرد. بر اثر سقوط یک چرخبال نیروهای ائتلاف دیروز در ولایت کندهار یک سرباز این نیروها جان باخته و یک تن دیگر زخمی شده است. یکی از سخنگویان ایساف میگوید که هنگام سقوط این چرخبال هیچ فعالیت مخالفان در محل دیدن نشده و تحقیقات در مورد دلیل این سانحه جریان دارد. در همین حال سخنگوی والی کندهار میگوید که این چرخبال در ولسوالی دامان این ولایت سقوط کرده است. هفته گذشته نیز یک چرخبال نیروهای آمریکایی در همین ولسوالی سقوط کرده بود که در نتیجه آن 5 سرباز این نیروها جان باختند. در یک درگیری میان پلیس و طالبان در ولایت ننگرهار یک پلیس و 2 طالب کشته و یک پلیس و 2 طالب دیگر زخمی شدند. پلیس سرحدی میگوید این درگیری پس از شاشت دیروز زمانی رخ داد که طالبان بر کاروان گشتنی پلیس سرحدی در ولسوالی لعلپور حمله کردند. با گفته او در این درگیری کوتاه 2 طالب به شمول یک فرمانده آنان که شهروند پاکستانی است کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. شورای علمای افغانستان از موضع‌گیری های اخیر رئیس جمهور کرزی در برابر آمریکا و نیروهای خارجی حمایت کرده است. این شورا با پخش خبرنامه می گوید که اگر نیروهای خارجی به خودسری هایشان در افغانستان ادامه دهند، این عملکرد آنان به معنای اشغال افغانستان خواهد بود و پاسخ این عملکردشان را خواهند دید. اما برخی از اعضای مجلس نمایندگان گفته های اخیر رئیس جمهور کرزی را دیدگاه شخصی او دانسته و تاکید می کنند که این گفته ها افغانستان را با بحران روبرو خواهد کرد. و گروه مخالفان سوریه در نشستی در استانبول نارضایتی هایشان را از تصمیم رهبران اتحادیه اروپا ابراز کردند. این شورا امیدوار است تا بتواند از کشورهای اروپایی برای مقابله با دولت سوریه اسلحه تهیه کند. اما رهبران اتحادیه اروپا در نشست بروکسل بر سر مسلح کردن مخالفان دولت سوریه به توافق نرسیدند. فرانسه و بریتانیا از کشورهای اروپایی خواستند که با لغو تحریم تسلیحاتی که 2 سال پیش وضع شد مخالفان بشار الاسد را مسلح کنند. این مسئله یکی از محورهای گفتگوها در نشست هفته آینده وزیران خارجه اتحادیه اروپا در ایرلند جنوبی است. از توجهتان به خبرهای این ساعت تشکر. شاد و کامگار باشید.